بسم الله الرحمن الرحیم. زورو و تنوالو و نخوانده ولی امین در ظاهر با تظاهر خاص جلسات رسمی را به خاطر نماز قطع می کرد، آن هم به شکلی که می گفت 15 دقیقه وقت نماز را تفریح کنیم. نماز دیگر دل منزه وقت ده ده 15 لسده قول پاره و تفریح کرو بدرانه و این است تفریحی که او و رفقایش 15 دقیقه ها می داشتن. هرچند امین اعتماد چندان برژنف را جلب نتوانسته بود و حتی پس از مرگ ترکی برژنف و اطرافیان خود گفته بود که ضربه توهین‌آمیزی به او وارد شده که به زودی پاسخ خواهد داد، اما امین در صحبت‌های خود پیوسته از روابط برادرانه با مسکو یاد می‌کرد. 11 میزان 1358 او هنگام افتتاح انستیتوت علوم اجتماعی کندترین مرکز شستشوی مغزی خوانده می‌شد، مضامین انستیتوت را معرفی کرد و در مورد لنین سومنات کمونیست‌ها گفت: این قدم بزرگ، این عمل پر افتخار، افتتاح انستیتیوت علوم اجتماعی کمیته مرکزی حزب دموکراتیک خلق افغانستان است که تدریس و پخش فلسفه، اقتصاد و سوسیالیسم علمی را به دوش داشته و در آن تحقیقات و تطبعات وسیع به عمل می آورد. چون در این امر تاریخی پر افتخار حزب دموکراتیک خلق افغانستان از همکاری‌های اینترنشنالیستی کارگری و برادرانه حزب کمونیست اتحاد شوروی وسیعاً برخوردار است که با اطمینان و افتخار گفته می‌توانم که حزب دموکراتیک خلق افغانستان به حیث حزب برادر در پهلوی حزب مورد افتخار همه کارگران جهان و سایر زحمتکشان جهان، حزب لنین کبیر جای پر اطمینان و پر اعتباط دارد. سفیر پوزانوف و مسکو در مشوره با هم در مورد 4 وزیر معزول تصمیم گرفتند که آنها را در تابوت‌ها به شوروی انتقال دهند و به این ترتیب بتنجار، سروری، مزدوریار و گلابزوی که در داخل سفارت شوروی نیز از امین در حراس بودند به مسکو برده شدند. امین توانست که سفیر پوزانوف را ناگزیر سازد تا افغانستان را ترک کند و ماسکو در عوض فترت احمد جانویچ تابیوف را اعزام کرد. اما برخی این تغییر را نشانه پیروزی امین نه، بلکه علامه سیاست جدید شوروی خواندند. امین دستگاه جاسوسی اکسا را با کام یعنی کارگری اطلاعاتی موسسه نامگذاری کرد و هنگام تصویب قانون سارنوالی انقلابی یک جا با رفقای شعار مسئولیت، قانونیت، عدالت را سر داد. یک فقره دیگر به اضافه شد که تحقق اصل چیز مسئولیت قانونیت و عدالت بهتر خواهد. اصل مسئولیت و قانونیت و عدالت در خود تطبیق این قوانین مزمر است، چون در ماده اول این قانون اصل تحقق اصل مسئولیت قانونیت و عدالت ذکر شد، او سایه از اون بالای تمام مواد این قانون بزاره. اما بنابرای گفته معروف عوام، هدف او مسمومیت، قاتلیت، عداوت بود، زیرا کام سطح کشتارهای بدون محاکمه را بلندتر برد. گفته می شود که اسدالله امین برادرزاده و داماد امین که ریاست کام را عهده‌دار بود، شبانگام در حالت بیخودی زندانیانی را برای نشانگیری انتخاب می کرد و بعد به شهادت می رسانید. در آغاز دوره امین لیست 12,000 شهید که در واقع به وسیله دو اسدالله سروری و امین به شهادت رسیده بودند بر دیوارهای وزارت داخله آویخته شد. قیام در برابر رژیم که مردم را برانگیخت. پروگرام اصلاحات ارضی، سیستم کمونیستی تعلیم و تربیه،
نحوه جلب و جذب زنان و مردان سال خورده به کورس‌های سواد‌آموزی، چگونگی اجرای سرشماری نفوس و پرسیدن نام زنان در محلات، خصلت کمونیستی و خدانشناسی وابسته‌های حزب خلق، کشتارهای بدون محاکمه و وابستگی بدون قید شرط رژیم به مسکو سبب شد تا مردم دست به قیام‌هایی بزنند که در آغاز شکل پراگنده داشت. با اساس اسناد نشر شده، نخستین قیام مردمی روز 13 سوری 1357 در علاقداری زیروک ولایت پکتیا به وقوع پیوست و بعدها دامنه خود را به زتران، گردیز، زرمل و کرشکن نیز وسعت بخشید که در نتیجه چهره های چون مولوی جلال الدین حقانی و مولوی نصر الله منصور بعیث قماندانان عمده جهاد در محل ظهور کردند. اوایل سرطان 1357 قیامی در کنرها به وقوع پیوست. این قیام سبب شد تا مجاهدین شیگل در ایپیچ، نورستان و شلتن عملیات هماهنگی را بر ضد قوای رژیم انجام دهند. قوای رژیم که در برابر از وحشت استفاده می کرد در عملیات زمستانی خود 25 قریه را در کامدیش به آتش کشید. پنجشنبه خونین. ۲۴ حوت 1357 خونین ترین قیام مردم مسلمان در هرات به وقوع پیوست. پافشاری بی نتیجه کمونیست ها برای جلب اجباری دختران به کورس سواد آموزی سبب می شود تا مردم مسلمان قریه سلیمی برای قیام علیه رژیم آمادگی بگیرند. و در غوریان نیز ولسوال منطقه در نتیجه مخالفت مردم با اصلاحات ارضی 7 نفر را در محضر عام زنده به گور کرد. 24 حوت رژیم در برابر مردمی که تکبیر گویان به شهر داخل شده بودند از تانک و تیاره های روسی استفاده کرد. اما مسلمانان بدون هراس قیام خود را ادامه داده و شماری افسران کمونیست و مشاورین روس را به هلاکت رسانیدند. در این قیام 25 هزار نفر در نتیجه کشتار بی‌رحمانه رژیم شهید شدند که گورستان دستجمعیشان پس از پیروزی مجاهدین در سال 1372 کشف گردید و با جنایت قرن شهرت یافت. در نتیجه قیام هرات، گل محمد تیزانی از میان مردم و جکتورن محمد اسماعیل خان و جکتورن علاءالدین خان افسران فرقه عبده هرات به حیث قماندانان برجسته ظهور کردند و تیزانی پس از 4 ماه جهاد با شهادت رسید. زمستان 1357 قیام های در چارکنت مزار شریف و در ری صوف ولایت سمنگان نیز به وقوع پیوست. والی خلقی سمنگان قیام کنندگان را پس از دستگیری یا زنده به گور می کرد و یا حکم می داد که در دریای آمو غرق کنند. اسنادی که از دستگاه جاسوسی اکسا به جا مانده حاکی از آن است که در ولایات مختلف کشور تعداد بیشمار مردم با وسیله گماشتگان حزب خلق به شهادت رسیدند و خانه هایشان با آتش کشیده شده است. اسدالله سروری شخصا بدون احساس هیچگونه مسئولیت اخلاقی، مذهبی، ملی و انسانی حکم قتل 350 تن افغان را بدون موجودیت اسناد تحقیق و اوراق و احکام محکمه صادر کرده است. با جواب شفر 122 تاریخی لیل 21 بر 22 حمل 1358 شماست. اشخاص مذکور به صورت بسیار مخفی در همان جا محو شوند. پیروز باشید. سند دیگر. شفر 127 مورخ 22 حمل 1358. ولایت بغلان. سروری در برابر تقاضای ولایت بغلان و اعتذار مقامات آن ولایت مبنی بر اینکه جمع از اسرا را به مرکز انتقال دادن نمی توانند و به امر انتقالشان به مرکز و منظور تحقیق و محاکمه به تیاره نیاز دارند، شخصا چنین دستور می دهد. با جواب شفر 127 تاریخی 23 حمل 1358 قسم مخصوص مدیریت اداری شما، اکیداً به شما هدایت داده می شود که اشخاص مذکور را در تاریکی امشب در همانجا محو نمایید. پیروز باشید. اسدالله سروری، رئیس عمومی اکسا،
و عضو شورای